سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. در هفته گذشته دو سه تا اتفاق خیلی خاص رو در ایران شاهدش بودیم. یکی از این اتفاقا پرتاب ماهواره و رونمایی از یک ماهواره بر جدید بود که خبرهاش رو احتمالاً در رسانه‌ها شنیدین. یکی دیگه از ماجراها برمیگشت به مستندی درباره تسلیحات ایران و پهپادهای ایران که فرمانده نیروهای نظامی ایران در رونمایی از اون حرفای زد که این حرفا خیلی مهمه. البته جالبه تو همون ویدیوهایی هم که در رونمایی ازش پخش شد و منتشر شد، باز تو همون هم کلی نکته بود که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی الان دارن درباره همونها صحبت می‌کنن. یکی دو تا ویدیو هست از سردار حاجی زاده و من هم یکی دو تا فیلم برای شما دارم که اینها داستان‌های ایران را و آن چیزی که بر این سرزمین گذشت رو برای ما مرور می‌کنن. میخواییم با هم ببینیم، بعد برمیگردیم. نکات ویژه‌ای دارم که مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینیم ویدیوها رو. من حتی اولین جلسه ای که توفیق شرفیابی داشتم خدمت حضرت آقا صالح، اما 88 اولین مجوز و اولین خواستم از آقا اینو مطرح کردم که آقا به من اجازه بده من یک سری، چون میدونم پولم نیست، میدونم پولم نداری، از آقا درخواست کردم که اجازه بده ما بعضی از زمین‌ها و پادگانمون رو باید بفروشیم و خرج تحقیقات کنیم، چون می‌دونستم از مسیر تحقیقات ما میتونیم به توانمندی برسیم. و اون جلسه اول اینو من مطرح کردم خدمت عزیز آقا. من دقیقاً یادم میاد و میتونم اینجا شهادت بدم که سردار حاجی زاده یک زمینی رو فروخت و پول اون رو تخصیص داد به بنده که برنامه بدم که کدوم پهپادها رو الان برای من بسازن. خیلی خب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم. آه، این چیزی که داره، این جدیه، این شوخیه، این چیه داستانش؟ میگه فرمانده نیروهای مسلح ایران در حوزه پهپادسازی برای اینکه بتونه پول داشته باشه این کار رو ببره جلو، یه زمینی داشته، زمین رو میفروشه، میرن کار پروژه و تحقیقات و اینا توی این قضیه رو شروع میکنه. کدوم کشور رو داره میگه؟ همین کشوری که تو همه رسانه ها و توی جاهای مختلف وقتی مردمش میشین نگاه میکنن میگن یه پول خیلی هنگفتی بوده، پول مردم ایران بوده، این حاکمیت برده همش در حوزه مثلا سوریه و عراق و فلسطین خرج کرده. حالا همین کارا رو هم کرده باشه، کار غلطی نکرده ها، ولی این مفتنی بر حقیقت نیست واقعا. بعد جالبه کشوری رو داره میگه که الان دیگر کشورها در حوزه پهپادسازی، پهپادسازی رو که دیگه با قطعیت میتونیم بگیم دیگه، یا اینم شک داریم، دیگر کشورها در حوزه پهپادسازی، اونم نه کشورهای دنیا، کشورهای مثل روسیه و چین و آمریکا و ترکیه و بقیه، ترکیه رو گفتم چون خیلی روی بیرقدارش اینا منوفی دادن، آمدن از روی دست ایران دارن کپی میزنن. شروعش از کجا بوده؟ شروعش از پولهایی بوده که با هزار و یک بدبختی و هزار و یک چالش و هزار و یک مشکل تلاش میکردن بهش برسن که ماجرا رو مدیریت بکنن. همینی که من الان دارم برای شما میگم برای خیلی ها غیر قابل باوره. یه زمانی حاج قاسم تو یک جلسه میره پیش فرمانده ها و مقامات دولتی و مقامات کشوری، میشینه یه جمله ای میگه، میگه نیروهای من سلاحشون رو در میدان خودشون تامین میکنن، شما غذا و خورد و خوراک اینا رو بدین. یه بنده خدایی که توی اون جلسه بود تعریف میکنه، فکر میکنم رئیس مجلس ایران، تعریف میکنه میگه حاج قاسم یه مش نون خشک و چیزای این شکلی آورده بود تو جلسه، گویا این غذای بچه‌ی ماست. این چیزی که من دارم برای شما میگم اصلا با اون روایتی که مدافعان حرم میلیونی گرفتن و رفتن یه پولی به جیب زدن و دنیای خودشون هم ساختن با این پوله که تیر بخورن از داعشی ها برن اون دنیا، چجوری مثلا با چه منطقی اینو داری میگی رفیق؟ یارو داره میره که کشته بشه، اگه کلی پول گرفته باشه کجای مثلا آن دنیا میخواد ازش استفاده کنه؟ اصلا با این روایت همخوانی نداره، ولی بخشی از ماجرای ما هست در آن چیزی که اتفاق افتاده. بریم ببینیم ادامهش رو، برمیگردیم. نکاتی دارم از هم گفت این پول رو ببرید برای ساخت پهپاد هزینه بکنید. خدا وکیلی هم خیلی ما داریم، از همه جا داریم میزنیم پول جور میکنیم، سخته برای ما، یعنی برای بنده حقیر که دنبال منابع مالی هستم خیلی راحت نیست این کارا. من مثلا همین اوایل امسال پارسال پول نیومد دیگه، من میدونستم که تو این سه ماه اول هم اتفاق نمیفته. ما مثلا رفتیم به ساختمون که زمین جوازدار رو 250 میلیارد تومان ما رفتیم فروختیم، هر کدوم از اینایی که میخوره زمین ما میخندیم بهتون بخاطر اینکه رویتون آسیب نبینه، ولی واقعا تو دلمون خیلی اذیت میشه. یعنی این هم اولین بار داریم میگیم بهتون، یعنی خودمون خیلی چیز میشه، من درون
مثلا یه هواپیما مثلا اینجوری از دست دادیم، خب مثلا انقدر پولش که خیلی خب. بخش از این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم، داره اشاره میکنه به چجوری میگم، میخواستم تمرین گفتم شاید بگم که مثلا آزمایش ها و این عملیات ها و تست هایی که انجام میشه و به نتیجه نمیرسه، تک تک اینهایی که انجام میشه اشاره کرد، گفت چه فاجعه‌ای رقم میخوره، مجبورن بخندن به خاطر اینکه آنهایی که رفتن روی این قضیه وقت گذاشتن ناامید نشن. بریم چند تا فیلم ببینیم. این فیلم ها مربوط هست به دوره جنگ تحمیلی. راکت آر پی جی رو ایران میبسته روی پهپاد، ازش استفاده میکرده عملیات بکنه. ببینیم برگردیم نکاتی رو مرسم کرد، داره تمرین میکنه این قضیه رو، اهدافی رو در کوه مشخص کرده، راکت میره تو منطقه مورد نظر، از ارتفاع مورد نظر شلیک میکنه. الان شما توی اخبار میشنوید که روسیه اگه پیگیر جنگ اوکراین باشه، تصویر دارید مشاهده میکنید، الان توی اخبار شما میشنوید اگر پیگیر جنگ اوکراین باشید که روسیه رفته توی معرکه اوکراین، آر پی جی بسته به این پهپادها و ریس پرنده ها و اینا، داره با اون عملیات میکنه. حدود 30 سال پیش ایران در جنگ در مقابل عراقی ها به عقل جنم نمیرسیده و اون موقع از بی‌نظیرترین مدل های نظامی که الان تازه مثلا بقیه دارن بهش میرسن به حساب میومده، از این استفاده میکرده. حالا الان دیگه ایران به یه نقطه رسیده که علاوه بر مثلا تسلیحاتی که داره، پهپاد رو به دوش پرتاب مجهز میکنه، مسلح میکنه، این میره در آسمان، اون عملیاتی که روی زمین میخوای تعریف کنی یا عملیاتی که علیه بخشی از اهداف هست باید از این طریق انجام بشه رو پیش میبره. بریم فیلم دیگری ببینیم، برمیگردیم. همه اینها مربوط هست به دوره جنگ تحمیلی. برمیگردیم نکاتی دارم ارسال کرد. خیلی خب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. فیلم بعد، تصویر بعدی که دارید مشاهده میکنید، این تصویر مربوط هست به یک نمونه از جابجایی موشک ها، دارن سوارش میکنن روی خودرو ببرن تو منطقه‌ای که مورد نظر هست، عملیاتیش بکنن توسط نیروهای مسلح ایران رو دارید مشاهده میکنید. چقدر این مدلی که اینها الان دارن انجام میدن امنه به نظرتون؟ مقایسه کنید با امروز وضعیتی که ایران داره. همچنین مسیری رو ایران طی کرده، امروز اومده در نقطه‌ای قرار گرفته که در این نقطه بسیاری در دنیا در آرزویش هستن. یه حرفی میخوام بزنم، این حرف شاید اشتباه برداشت بشه. ببینید یه جایی این جمله مطرح میشه که این جنگ برای ما یک سرمایه بود، یک نعمت بود. هر کسی از هر زاویه نگاه بکنه میگه آقا اینایی که دارن این حرفا رو میزنن، این همه کشته دادن، این همه شهید دادن، چجوری برمیگردن این رو یک سرمایه و یک مثلا اتفاق خوب و یک نعمت میدانن؟ در این نبرد خیلی چیزها برای ایران رقم خورد و خیلی چیزها اتفاق افتاد و خیلی درس‌ها به خیلی ها داده شد که ما هنوز داریم از همون نون میخوریم. بخشی از ماجرایی که باعث شده ایرانی ها غیر قابل پیش بینی باشن، هر دشمنی جرئت نکنه در مقابلشون رجزخوانی و گستاخی بکنه و با احتیاط حرف بزنه، همین 300,000 قهرمانی هستن که در طول این سال‌ها شهید شدن. این بخشی از اون نعمتی است که ایران داره ازش صحبت میکنه. این قهرمان‌ها با خون خودشان امنیت ایران رو تامین کردن. بخشش برمیگرده به کارهایی که ایران انجام داد، مثل همین تست هایی که از دوره خودش بسیار جلوتر بوده، بی سرنشین ورزش ساخته، آورده مسلح کرده، به تجهیزاتی برده، به کارگیری کرده. حالا من اینم خدمت شما عرض می‌کنم، اگر ما یه موقعی میگفتیم جنگ در دفاع مقدس برای ما یک نعمت بود، الان باید به شما بگم که هر جنگی در هر نقطه ای از دنیا اتفاق میفته مشابه همین داستانه برای ما، نه به خاطر اینکه ما درش حضور داریم، به خاطر اینکه ما نظاره میکنیم، میفهمیم که مسئله رو چه شکلی باید نگاه بکنیم. این نگاه کردن برای ایرانی که تسلیحات داره، مدل جنگی خودش رو داره، بازی خودش رو داره، به یک سرمایه، یک نعمت و یک معجزه و مشابه این میمونه. بریم فیلمی ببینیم از صحبت‌های فرمانده نیروهای مسلح ایران درباره این روسایی که هستیم. سردار حاجی زاده، فرمانده بخش حافظه سپاه پاسداران، نکاتی رو مطرح می‌کنه درباره امروز که شنیدنش خالی از لطف نمی‌شه. مستندی که امروز عزیزان زحمت کشیدن، مستند پرچم‌دار که گویای تلاش ها و زحمات 40 سربازان گمنام ما در عرصه های نظامی، علم و فناوری است، گوشه ای از توانمندی است که ما اون رو به واسطه دوران دفاع مقدس به دست آوردیم. ما بسیاری از
توانمندی هایی که امروز در عرصه های مختلف در اختیار داریم، اینها رو مدیون جانفشانی ها استادگی های ملت ایران در اون دوره 8 ساله هستیم و الگوها و درس هایی است که از جنگ تحمیلی گرفتیم. امروز الحمدلله در حوزه پرنده های هدایت از دور، پهپادها در حد و سطح جهانی قرار داریم. امروز هم صاحب سبک در حوزه تکنیک هستیم، هم در حوزه تاکتیک، و بسیاری از کشورها امروز از ایران الگو میگیرن و دنبال روی ایران هستن. خیلی خوب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. از یک بازه زمانی با آن چالش هایی که با هم مرور کردیم رسیدیم به نقطه‌ای که امروز خیلی ها از ایران الگو میگیرن در حوزه پهپادی، در حوزه موشک ها، در حوزه بی سرنشین ها و در موارد دیگری که بهتر از من بهش اشراف دارید. لازم بود یک بار با هم مرور کنیم چه راهی را آمدیم و در چه وضعیتی هستیم. یه نکته ای رو من همیشه خدمت دوستان خودم عرض میکنم، اینجا هم باز یادآوری میکنم. دوستان، در هر مسئله ای از هر کسی که میخواید الگو بگیرید، در به اصطلاح خودمون همت خودتون در زندگی شخصی از یک چیز و از یک نفر الگو بگیرید، آن هم ایرانه. هر کسی در وضعیت امروزی ما قرار داشت، هر کسی در این موقعیتی که ما هستیم الان قرار داشت، هر کسی صدام رو مینداختن جلو از شوروی تا آمریکا ازش حمایت میکردن در شرایطی که سیم خاردار هم به این یکی نمیفروختن، هر کی در این شرایط قرار میگرفت اولین حرفی که میزد این بود که آقا دقیقاً از من چی میخوای؟ بگو از ما چی میخوای، ما گفتگو بکنیم تموش بره. ایران به شدت اراده به خرج داد، به لطف جوانهای با شرفی که داشت، به لطف انسان‌های با همتی که داشت، به لطف نخبه‌هایی که داشت، همت به خرج داد، خسته نشد، کم نیاورد، روش کم نشد. امروز در شرایطی قرار گرفته که وضعیت بسیار متفاوته. در زندگی شخصی خودتون این شکلی باشید، کم نیارید، خسته نشید، از رو نرید مثل ایران. تو هر حوزه دیگری به هر کسی خواستید الگو بگیرید، از هر کسی خواستید ایده بگیرید، در این یک مورد، این آن چیزی است که ما باید بتونیم بهش عمل بکنیم، شبیهش باشیم. و اگر موفق شدیم مشابه این پیش برویم، همه چیز برای ما روشن و امیدوار کننده خواهد بود. اگر موفق باشید بریم چند تا پیام با هم بخونیم. یکی از دوستان نوشته که از رفقای دهه 80 ما نوشته که یادم هست من جوان 22 ساله و دهه 80 تا قبل از جنبش زنبردگی ذلیلی همیشه مورد تمسخر از سوی بیشتر آحاد جامعه بودم به خاطر طرز فکر و متفاوت بودن و فن بیان و پوشش نسلم، به خاطر اینا مورد تمسخر قرار می گرفتم. داره نسل دهه 80 رو میگه. میگه حتی از همین اپوزیسیون هم توهین های صورت می گرفت به نسل ما. اما به یک بار ما برای همه مردم جامعه و خارج نشینان بی دغدغه عزیز شدیم و شدیم قهرمان های داستان هاشون. این تناقض رو متوجه شدم و بازی نخوردم و همراهی نکردم با جنبش کثیفشون. دمت گرم الهی که سربلند باشی، الهی که پرچمت بالا باشه. خیلی رفقای این شکلی داریم که هوشیارانه بازی را دنبال کردن، فهمیدن چه چیزی داره اتفاق میفته و در شرایطی که دشمنان وطن امید داشتن از بابت اینها اتفاقاتی بیفته، امید داشتن که به واسطه اینها بتوانند آشوب آفرینی بکنند، بسیار بسیار هوشمندانه با این مسئله پیش آمدند. دوست دیگری در پیام برای ما نوشته که سلام و خدا قوت، خیلی وقت بود که بهتون پیام نداده بودم ولی طبق معمول مثل همیشه برنامه‌تون عالی هست. این یکی از برنامه‌هاتون بود که علاوه بر لایک تشکر جانانه ای میخواست. بازم ممنون از تک تک زحمات شما، انشاءالله موفق و همیشه پیروز باشین. خیلی مخلصم، دمتون گرم. این که میبینم برنامه های اخیرمون انقدر مورد توجه قرار گرفته و انقدر بعضی از دوستان با پیام هاشون در این برنامه ها ما رو شرمنده کردن، خیلی برام حس خوبی داره. بعد یه چیزی، ما ویدیوهای کوتاهمون رو راه انداختیم، دیدین؟ ویدیوهای کوتاهمون رو راه انداختیم، فکر میکنم مدلش متفاوت‌تر باشه، خاص‌تر باشه و امیدوارم که مورد تعجب دوستان قرار بازیلش که خیلی خوب بوده، یعنی خودم نگاه کردم تعجب کردم که اینقدر مثلا مورد استقبال، امیدوارم مورد توجه دوستان هم باشه. یه سری کانال هم داریم توی تلگرام
بچهای لشکر سایبری در جریان این ماجرا هستن. این کانال ها ویدیوهای خوب داره، عمدش هم اصلا ویدیوهای من داخلش نیست. اگر دقت بکنید ویدیوهای خوب مختلف و عکس نوشتای خوب و چیزهای از این دست داره. هم این کانال ها محتوای روز و خبری و چیزهای از این دست ارائه میده در راستای دفاع از وطنمون. هم رفیقی اگر پیجی داره تو اینستاگرام میخواد مطلبی بفرسته، از اینا میتونه استفاده بکنه. ببین من اینو دارم میگم به خاطر اینکه بعضی از این ویدیوها رو من دیدم طرف رفته تو اینستاگرام منتشر کرده، مثلا 30,000 تا بازدید گرفته، 150,000 تا بازدید گرفته. حالا پیجش هم خیلی مخاطبی نداشته ها، این ویدیو رفته افتاده مثلا توی اکسپلور داغ شده، همینجور همه دیدن. اینو دارم میگم آقا ما فضای مجازی وطنمون رو باید تغییر بدهیم با هر چیزی که میشه، با هر امکاناتی که میشه. ویدیوهایی که ما تو کانال‌های مختلفمون گذاشتیم، تو کانالمون هم معرفی می‌کنیم، از اینا تو اینستاگرام استفاده بکنید. بچهای توییتری لشکر خیلی فعالن، بچهای تلگرامی خیلی دارن زحمت می‌کشن. به یاری خدا هوشیار باشیم، حواسمون باشه که در اینستاگرام هم یک اتفاق خوب رو رقم بزنیم. نکته دیگه ندارم، خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.